سلام بچه ها، خوش اومدین به یک ویدیوی جدید. امروز میخوام بهتون یک دک لینک معرفی کنم، همونجوری که مثل قبلی ها معرفی کردیم، ولی این لینک نه تنها خیلی ساده است بلکه واقعا قویه. من اصلا فکر نمیکنم این دک انقدر قوی باشه و اینو مثلا من چون دیدم که خب یه سری کارتش رو دارم، گفتم خب شانسم توی انیورسری امتحان کنم بسازم و دیدم شانسی هرچی جم و اینا داشتم دقیقا کارتای مورد نیازم رو داد و ساختمش و باش بازی کردم. بدم واقعا یکی از تاپ ترین دکای فعلیه، خیلی دک باحالیه. بریم برای معرفی گوکی دک با فری افکتس. خب اومدیم که راجع به دک صحبت کنیم، ببینیم آقا این دک چیه، چرا من انقدر دوستش دارم، چرا انقدر باحاله و انقدر قدرتمنده. اول از همه این دک رو شما میتونین که با دو اسکیل بسازین. چه اون اسکیل میخواد، حالا فری افکت در واقع پلی میکر باشه، چه حتی خود کاراکتر در واقع اصلی این ماجرا، فکرم اونم نه اسمش چیه، گوکیه چیه اونم، به هر حال با اون کاراکتر خوش هم میتونین بسازین و افکت لایف پوینت آلفا رو استفاده کنین که بهتون جون بیشتر میده، ولی فری افکت پلی میکر خیلی بهتره. این نسخه‌ای که من از دک درست کردم یکی از نسخه‌های چی میگن بسیار متعدد از این دک، یعنی شما خیلی زیاد از این دک ورژن‌های مختلفش رو می‌بینین و هم اکثرا عین همن، ولی خب یه سری چیزا دارن که با هم متفاوتشون کنه، مثلا یکی MST‌ش بیشتر، یکی بوک آف مونش بیشتر، ولی دکی جوره که نیازی اونچنان نداره به اینکه حتما جناب سه تا کپی از اینا داشته باشین و اینا، و بازی باش فوق‌العاده ساده است. کل کمبوی بازی بر این اساسه، هر کدوم از این کارت‌های گوکی برن به گریویارد، یه دونه کارت میتونین به دستون اضافه کنین که توی تایتلش گوکی باشه، یعنی میتونه هم مانستر باشه هم اسپل باشه و ترپ هم نداره. نمیدونم اگه داشت هم میتونستین اضافه کنین، فرقی به حالتون نمیکرد. پس اینو در نظر داشته باشین، گوکی کلن هدفش اینه بیاد رو زمین و بلا فاصله بره به گریویارد که بتونه بهتون یه کارت بده. در نهاد این یادتون باشه، مثلا اگه سوپرکس رو میفرستن به گریو و ریسکورپیو برشون میگن و همون ترن رو زمین دوباره برن به گریو، دوباره اون افکت رو نمیدن. خب اینو حواستون باشه، چیز زیاد مهمی هم نیست، اونقدر موثر نیست که بگم واو ویلا حالا چه اتفاقی میفته. دونه دونه افکت هر کدوم اینا رو میگم بدونین چیان و افکت خاصی زیاد ندارن. سوپرکس مثلا افکتش اینه که آقا من بیام رو زمین اگه نرمال بشم یه دونه گوکی که اسمش از من متفاوته رو، حتی نگفت متفاوت، کلا هر گوکی رو میتونی بیاری رو زمین و اسپشال سامن کنی، خودش که اومد یه گوکی دیگه هم میاره، حتی میتونه سوپرکس رو بیاره، ولی چون اون یکی سوپرکس اسپشال سامن شده جای نرمال، یکی دیگه رو باز نمیتونه بیاره، این اشتباه رو نکنه. پس عملا خیلی مفیده و سه تا ازش ما لازم داریم، چون کومبو استارتر شما 90% مواقع سوپرکسه، خودش که میاد رفیقش هم میاره و کار ما راحت میکنه. این ور میرسیم به ریسکورپیو، یه دونه گذاشتم چون خیلی مفید نیست. چرا؟ درست که اتک بالایی داره ولی کلا مانستر نداشته باشین یا همشون گوکی باشن، خودشون نرمال سامن میکنه رو زمین، یعنی اسپشال سامن نمیکنه، پس یه دونه نرمالتون بی خودی میپره، پس بهتره که زیاد استفاده خاصی ازش نکنیم به اون صورت، ولی هست قویه، حداقل بیس اتک خیلی خوبی داره. تویست کوبرا یه فرقی که با بقیه داره اینه که یه افکت خاص داره، اونم اینه که کویک افکته، چه شما ترن خودت چه ترن دشمن میتونی یه دونه در واقع گوکی رو فدا کنی و اون اتکش رو به یه گوکی دیگه اضافه کنی، میتونی مثلا خود تویست کوبرا رو فدا کنی و بدی به یه مانستر دیگه، یا یه مانستر دیگه رو به تویست کوبرا بدی، یا اصلا کلا سه تا رو زمین افکت رو اکتیو کنی، از یکی دیگه میگیری که به یکی دیگه برسونی. گوکی هد بات قابلیتش اینه اگه یه دونه گوکی رو زمین باشه، شما میتونی یه گوکی از دستت دیسکارد کنی و از اون طرف گوکی هد بات رو دیفنس پوزیشن بیای رو زمین و 800 تا به اون مانستر که رو زمین بوده اضافه کنی، یا اگه چند تا هستن یکی رو انتخاب کنی و بهش اضافه کنی. قابلیت خیلی باحالیه و باعث خیلی راحت بیاد رو زمین. اینو هم که آکتو استرچ هم که قابلیت خیلی خاصی نداره،
یعنی قابلیت خاص داره ولی تو این دک زیاد مفید نیست، واسه همین یه دونه ازش گذاشتم. ولی قابلیتش اینه اگه قرار باشه اوپوننت اتک بده، شما تو اینو دیسکاردش کنی و اون دمیج رو نصفش کنی، یا اگه افکت باشه که دمیج میخواد به شما بده، میتونی دوباره دیسکاردش کنی و نصف کنی اون دمیج رو. پس از یه جهاتی خیلی مفیده، چون که دمیجی که قرار بخوری رو خیلی کم میکنه، ولی اونجوری مفید نیست، چون این دک اونجوری نیست که بخواد وایسه که طرف رو کار کنه، میاد طرف رو شتک میکنه میره. میرسیم به اسپل کارت هایی که خیلی مهمن. اول از همه رینفورسمنت آف ده آرمی رو حتما بگیرینش، چون که فوق العاده مفیده و یه دونه نوشته لول 4 یا پایین تر به دستون اضافه میکنه. عملا یعنی سوپرکس رو میتونید تویس کوبرا، هد بات یا اکتو استرچ، و برای همین خیلی مفیده. ممکنه مثلا دو دستون چند تا گوکی دارین سوپرکس رو ندارین که سوپرکس رو راحت میارین، پس اینو حتما داشته باشین. گوکی ریمچه که فوق العاده کارت قوی و به درد بخوریه. کاری هم که میکنه اینه، شما دو تا گوکی رو که حالا خودش که لول هاشون متفاوتن، یعنی عملا دو تا گوکی متفاوت بنز کافی هم دارین، میتونین بیارین رو زمین در دیفنس پوزیشن، که اینو یادتون باشه این کلن در ادامه است دیگه. حالا بهتون میگم چجوری کمبوشو میتونین بزنین. MST و بوک آف وون هم که میشناسین، دارک هول هم که اینجا هست، All Monsters on the Field خیلی راحت از بین میبره. برای مواقعی که خب چون گوکی خیلی دیفنسیو نیست توی سری چیزا، برای همین با این کارت خیلی راحت میتونین زرت برد طرف رو نوکش کنین و بعد کار خودتون رو بکنین. کارت مهمترش گوکی فینیشینگ مووه، خیلی ساده، که قابلیتش اینه که شما یه دونه لینک رو انتخاب میکنین از گوکی ها، اتکش به اندازه لینک ریتش 1000 تا میاد بالا. یعنی اگه مثلا داداشمون لینکش 2ه، شما 2000 تا اتک بهش بده. اگه جوش رو بیاردش کرده اگه مثلا به قولی 3 تا لینک باشه، خیلی راحت میتونی بهش 3000 تا اتک بدی. اگه مثلا 4 باشه 4000، به همین راحتی. اکسپندبل دای رو داریم که یه دونه وریر رو شما تریبیوت میکنی، یه کارت رو زمین رو نابود میکنی و اگه نابود کردی یه کارت هم میکشی، که دوباره برای گوکیا خیلی مفیده، خیلی حال میده. نابود میکنی یه کارت میگیری، همجام یه کارت هم اضافه برام میکشی و تمام. حالا کمباهاش چجوریه؟ آقا سوپرکس رو شما میاری، یکی از این مانستر رو میاری رو زمین، هر کون که دلت خواست. اگه هدبت رو داری ولی بنزه کافی گوکی نداری، یعنی مثلا سه تا گوکیه و هدبت یکیشون، هدبت رو بیار مفید تره. حتی بازم میتونی هدبت رو نیاری، اگه خیلی اصرار داریم میتونی هدبت نگر داری، یه مانستر دیگه شو بیاری رو زمین. بعد حالا شما الان دوتا گوکی داری، با این حرکت شما میتونی جت اوگر رو بیاری. جت اوگر که بیاد این افکت ایشون و مثلا میگیم تویست کوبرا اکتیو میشه، دوتا کارت میکشی، یکیشو میکنی ریمچ، یکی دیگهشو مثلا چون اوکتو استرچ یا ریسکورپیو. بعد از اینکه این کارت رو کشیدی، پس شما الان جت اوگر رو داری مثلا رو زمین و با ریمچ هم دوتا دیگر رو داری. پس من تا اینجای کار تونستم چند تا جمع کنم، تونستم در واقع 4 تا گوکی بیام رو زمین، ولی زرت سراغ لینک های قدرتمند نمیرم همون لحظه. کاری که میکنم فاندر اوگر رو میارم و یکی از اون مثلا چون گوکی رو وسط گذاشتن که میشه فلش که ایشون داره بهش اشاره میکنه، اونو باهاش میارم که در واقع پس میشه سمت راست بردم خالیه، فاندر اوگر بالایه و این وسط خالیه. چون ریسکورپیو رو به دستم آوردم، میتونم یه دونه نورمال سامن اضافه بکنم به خاطر افکت فاندر اوگر. این حرکت رو که میزنم در واقع ریسکورپیو هم میاد رو زمین، پس من اون موقع چند تا حالا دارم؟ به تعداد خیلی زیاد، چون موقع دیگه من دوباره 3 تا رو زمین دارم. همه رو لینک، همه رو که نه، در واقع لینک میکنم که مستر اوگر رو میارم. مستر اوگر که میاد رو زمین، من اینجوری یاله یه دونه دارم که بهش لینک بکنه. اونطوری من الان مستر اوگرم کاملا آماده است برای اکتیف کردن قابلیتش، و در این حال شاید اگه کارتون از کافی دستم باشه با هدبت 800 هم به این اضافه کنم، که حالا لازم نیست بنظرم، ولی اگه میخواین میتونین بیارین، چرا که تمام گوکی دیفنسشون صفره، پس دیفنس به درد بخوری ندارن. ولی مثلا اگه هدبت بیاد و به فلش این بزنه، به اکتیو کردن مستر روگر خیلی مفیده، چون میتونم برش گردونم و افکت رو استفاده کنم. بریم یه نگاه حالا به اکسپرت دک خیلی سریع بندازیم. یونیکورن رو که همه میشناسیم، بیاد رو زمین
میتونه با دیسکارد، شما میتونید با دیسکارد کردن یه کارتتون یه مانستر برگردونید به دست طرف هر چی که میخواد باشه. پس اینش میتونه خیلی مفید باشه اگه هم کولینک باشه که یه کارت میکشین. فاندروگر یه قابلیت خیلی به درد بخور داره که خودش هم اینجا نوشته، همونه که گفتم، اگه ایشون اومد رو زمین به یکی از جایی که داره پوینت میکنه که معمولا همون وسط دیگه وسط زمینه، یه دونه نورمال سامن اضافه میتونین انجام بدین. معمولا ریسکورپیو رو دادم این کار میکنه چون قوی تره و اتک میتونه بیاد رو زمین و میتونه خیلی مفید باشه. و چیز دیگه شما نمیخوایم استفاده کنیم مگر اینکه خیلی دیگه تو وضعیت بدی قرار بگیرین که خواهیم با فینیشینگ موف یه حالی بهش بدین. نایتمر مرمید هم که میدونیم چیه، یه دون نایتمر میخواد که در واقع میشه در یونیکورن و برای مواقعی که شما حتی میتونه مثلا فینیکس هم باشه بیارینش که فقط مثلا 1000 تا کم کنین که بعد اتک بیارین که باز زیاد به درد نمیخوره چون که کارهای بهتر میشه با کارتامون کرد. یکشون مثلا گریت اوگره که گریت اوگر وقتی میاد رو زمین هر چقدر دیفنس دشمن باشه از اتکش در واقع کم میکنه و خواهی اونجایی که گوکی ها هیچ کدوم دیفنس خاصی نه همه صفرن خیلی میتونه مفید باشه به گوکی ها و به کاملا به ضرر دشمن شما میتونه باشه. و عطا نوشته اگه این کارت قرار باشه از بین بره باختر بتل یا کارت افکت، میتونه یه دونه از اونه که رو بهشون پوینت میکنه که عملا میشه دو تا کارت میتونه که از بین ببرن که بمونه روی زمین. این قابلیت یه جاهای خیلی به کار میاد که مثلا دشمنتون خیلی دیگه دمج بالا داره رو زمین، میتونید اونجوری حالشو بگن که من چند دفعه با کلکسی این حرکتو کردم طرف نزدیک سرش بکو به دیوار. یا گوکی مستر اوگر که ایس ماجرا و خیلی قویه، قابلیتش کویک افکت اینه که شما میتونی هر تعداد گوکی که ایشون داره بهش پوینت میکنه رو برگردونی به دستت و یه دونه و به هر تعدادی که حالا این کارو کردی افکت های فیس آپ رو نگیت کنی. به عنوان مثال طرف مثلا میاد یه دونه ترپ کارت فیس آپ داره کانتینیوس یا همون لحظه فعال شد، چون دیگه فیس آپ حساب میشه همون هدبت که بهتون گفتن که الان مثلا به این اتک اضافه کرده بود رو برمیگردم به دستم و از اون طرف اون افکت رو نگیت میکنم و همچنان گوکی مسترگر سر جاش وایساده و هیچ اتفاقی براش نمیفته. قابلیت جالب تری هم که داره میتونه که همینجوری اتک به تمام مانسترهای دشمن هر کدومو یک دفعه و اگه هم که در واقع نوشته کنترل فیس آپ کارد مانستر فیس آپ مانستر باشه میتونه که اول به اونی که چیز باشه هایست اتک رو داره بهش اتک بده، یعنی مثلا چون 4000 دو تا 4000 داره جفتشون میتونه بده و جفتشون 4000. و فینیشینگ موو هم که تون گفتم ولی نه اشتباه چرا حذفش کردم یوهو، فینیشینگ موو پیرسینگ دمیج هم میده اگه فعالش کنیم. مثلا ایشون 2800 تصور کن یو میشه 6800 و پیرسینگ دمیج هم میده، پس وقتی با اون اکتیوش میکنیم با اون پیرش میکنیم خیلی قدرتمند میشه. تازه این بماند که تویست کوبرا رو هنوز اصفاده نکردیم براش یا مثلا هد بتم اون ترن، یعنی ممکنه ترن دو اگه شما شروع کنی یهو به 8900 برسونی. فری افکت های توضیح ریزم راجع به اون بدم. قابلیت فری افکت که خیلی مفیده سه چیزه، یک میتونین که یک بار تا آخر ترن اپوننتتون اون مانستری که انتخاب میکنین از بین نره توسط بتل، لینک بد باشه که انشاءالله مثلا مستر اوگر، یا اینکه تا آخر ترن اپوننتتون بتل دمیج نمیگیرین به خاطر اون مانستر، یا لایف پوینتتون رو به اندازه اتک اون مانستر برین بالا. مثلا اگه 8900 برسونید مستر روگر رو میتونید مثلا 8900 تا لایف بگیرین، یا اگه مثلا مستر روگر هنوز رو زنی نیمده ولی نگران این که مانسترتون از بین بره و کمبوتون به هم بریزه، با این حرکت میتونید خودتون نجات بدین و مانسترتون رو و ادامه بدین به فایت. این کلیت دک گوکیه، دک فوق‌العاده ساده و فانی که باش عشق میکنیم و شک نکنید دک قویه. بریم حالا ببینیم که تو ریپلی ها چه کرده، چون که خیلی فان بوده برای من بازی با این و دکایو زدم که اصلا فکر نمی‌کنم بعدا فهمیدم این دک چه قویه، ولی دک خیلی باحالیه. بریم ببینیم چه میکنه. قبل اینکه بریم الان یهو یادم افتاد، یادم رفت بگم که کجا هر کارتو گیر میارین، نریم ریپلی. اول از همه سوپرکس نگاه کنین، سوپرکس یا توی مینی باکس فلیمز اف دی هارت گیر میاد یا سوپ سلکشن باکس مینی. اگه این ویدیو رو زمانی دارین میبینین که
سلکشن باکس ها هنوز هستن، من پیشنهاد خیلی خوبی بهتون دارم، اونم که برین سراغ سلکشن باکس سوپر مینی 2. بیشتر این کارت ها رو اونجا گیر میارین. نگاه کنین، تویست کوبرا یه دونه، ریسکورپیو یه دونه، آکتو استرچ، هد بات دو تا ازش هست، سوپرکس یه دونه ازش هست، کراک داون رو میتونین بگیرین و این واسه حالا ادیشن هم اگه گرفتین که کارتون برای اون یکی دک چی بود رفیقمون در واقع کد تاکر خیلی راحت تر میشه. پس اول از همه روی این سرمایه گذاری کنین میارزه و به نظر من میتونه خیلی کمکتون کنه که زودتر اون چیزی که میخواییم به دست بیارین. اگه نتونستین بد موقع دیدین، بعد برین سراغ Flames of the Heart برای گرفتن سوپرکس، برای گرفتن ریسکورپیو و تویست کوبرا، همشون توی Flames of the Heart سرکلشون پیدا میشه. هدبت هم فکر کنم اونجا هست، آکتو استرچ هم هست، بله آکتو استرچ هم اونجا هست، گوکی ریمچ ولی لول اپ گوره، گور رو بعد لول اپ کنین تا بهش برسین، شون که بعد بخرین، ام اس سی و بوک اف مون هم که خودتون میدونین، دارک هول ولی توی فیچر سرکت پیدا میشه، دو تا ازش میخوایم، کلا دو تا بیشتر تو اون باکس نیست، همینجور اکسپندبل دای توی فیچر سرکته، گوکی فینیشینگ موو دوباره گور دوال ریوارده که بعد باشه انقدر بجنگین تا بالاخره بهتون بده، یعنی میتونید ببینید تو همون گیت و اون روش لول اپی که گفتم هی لول 10 باش دوال کنید تا بهتون بده، یا لول 40 اگه میخواین تونتر پیش بره، دیگه بسته به خودتون داره این حرکت. نایتمر یونیکورن و ماستر اوگر به همراه فینیکس همه تو فیوچر سرکت پیدا میشن، جت اوگر توی کجای تو این مال گوره، لول اپش باید بکنین، گریت اوگر لینک رولوشن فکر کنم با دیکود و تریکستار با هم اومدن، اینا کلا با هم خانوادگی یهو میان همش بکن، لول 5 اگه بیاد نم لول 5 شون رو میدن، گوکی فاندر اوگر ولی فکر کنم جزء مساره، بعد با گوکی گور دوئل کنین تا بهتون بده و راحته کلا جمع کردن این دک، علی خصوص الان خیلی راحته. اینم بگم اگه سلکشن باکس مینی و سوپر مینی رو رفتین سراغش ریستش بکنین، تعداد خریداتون ریست نمیشه ها، پس اگه گیرش آوردین ولی مثلا دو بار دیم توسی میخواییم بیخیال شین، وا بدین برین سراغ یه دونه پک دیگه، برین سراغ همون یکی پک و اونجا گیرش بیارین، اونجا چون راحت تره و گرفتن سوپرکس خب یه ریست لازم داره ولی چون مینی باکسه هزینش مثلا کمتره و در این حال راحت تر باز به این کارت ها میتونین برسین، یعنی مثلا اگه سوپرکس رو گرفتین توی اون اوائل ریست کنین که بعد برین سراغ اینا، که البته اینا که فقط میشه یه دونه تویست کوبرا رو موقع لازم دارین، مگر اینکه تیکتتون رو بخواین بزنین که بد نی، چون حالا سارای دیگه هم مثلا اینا رو که نتونین دیگه گیر بیارین با تیکت ها، تیکت دریم، تیکت فعلی، بس تویست کوبرا رو میتونین بزنین چون قدیمی حساب میشه. بریم حالا الان بریم سراغ ریپلی ها. خب اومدیم در مقابل گور که دک ماجیکال ماسکتیر داشت دوئل کنیم، از تعجب کندم ماجیکال ماسکتیر رو داره، بگم اونم دکش مثل من باشه، این فکر کنم اولین دوئلی بود که با این دک انجام دادم و تازه میخواستم یاد بگم ولی دیدم عجب دک باحالیه و نیازی اصلا نداشت اونقدر. خب ببینین من دارک هولو دارم و همون اول اوتش کنم چون اینا خیلی کارتای رو مخیان، سوپرکس رو آوردم که بعد بتونم ریسکورپیو رو بیارم، یه ترپ کارت انداختم، جت اوگر که حالا دوتا کارت میتونم بگیرم دستم به کمک سوپرکس و ریسکورپیو، کارت هایی که اضافه کردم تویست کوبرا بود و ریمچ، لازم فکرم یه اولین بار داشتم با این دک دوئل میکردم، یه خوب دارم بازی میکنم، شانس من چون واقعا دک راحتیه، به همین راحتی این دوتا رو دوباره برگردونم و رفتم سراغ مستر اوگر که حتی خب این کار اشتباه بود، میتونستم با هم فاندر اوگر کار کنم ولی خب بلد نبودم دیگه، تازه کار بودم، هدبت رو میارم و میشه 4100، جون خودم رو 4100 تا اضافه میکنم و ایشون کایتروید رو آورد که جلوی منو بگیره. حالا ببینید چی کار میکنه، یا واقعا بهترم میتونستم بازی کنم ولی خب با کمک اکسپندبل دای خداحافظی کردم با این مانستر، ولی ایشون ترپش رو استفاده کرد و مسترگر من ازش شتک کرد، برای همین مجبورم دوباره استارت بزنم و این تازه این برای موقعی که اولین بارم بود بازی میکردم و ایسه چیزا رو راحت کنم، ایسه چیزا هم اشتباه رفتم، با کاری که سوپرکس و هدبت دوباره جتوگر رو میارم و دوباره از افکت استفاده میکنم و
یکی فینیشینگ موو رو اضافه کردم، یکی هم هد بات و فکر کنم اینجا فینیشینگ موو رو آره زدم و اتکش میرسه به 4000 رو تمام. ولی کایتروید همچنان رو زمینه، ای وای من. رو زمین که نیست، توی یعنی گریو بود. خب فکر کنم این دیگه ماجیکال ماسکتیر نداشت که خود کاری بکنه. حتی دیگه خوبی هم نساخت و کید بریو داره توی دکش. خب من اینو گوشم محض اعتیاد هد بات رو آوردم. کیو میاریم؟ The Great Ogre، هد بات و جت اوگر. جت اوگر به این اتک میرسونه، هد بات هم که باز اشتباه کردن، میام چون بلد نبودم فاندروگر رو اگه می آوردم خیلی سریعتر این داستان قالش ختم میشد، ولی دیگه بالاخره دیگه این هم بیچارم بریک کردی کلن بریک شده مونده، چون فکر با یه دونه کارش حله. قاعدتا سوپرکس پشبندش تویست کوبرا، یعنی میبینین اگه گندم بزنین خیلی سخته که ببازین با این کارت با این دک، یعنی واقعا گندم بزنین باید ببرین، اصلا نگرانش نباشین میتونین ببرین. من کسا جونم 8000 ساعت هر کاری میخوای بکن. این در مقال ماجیکال ماسکتیر بود، دوئل باحالی بود. بریم سراغ دوئل بعدی ببینیم اونجا چه کردیم. خب این یکی مقابل آکیزا دارم دوئل میکنم، فکر کنم آره اینجا که بوش میاد روز درگن کلن و ایشون باید اول بره. منم هم همین اول کار میدین چقدر راحت از این دست بهتر نمیتونه بد بده بازی برای این دک، چون هرچی هم باشه این آماده است که هرچی میخواد سرچ کنه هرچی که میخواد رو بگیره. خب دوستمونو میبینیم که سه و قاعدتا میخواد روز رو بیاره دیگه. هیچ وقت این دک رو درک نکنم و چقدر این دک نرف شد بیچاره، کلن از متا افتاد بیرون. خب فریم لورد رو آورد و فریم لورد اگه نمیدونین قابلیت رو مخی که داره اگه اسپیشال سامن بشه یه مانستری که فیس آب اتک باشه جفتشون بنیش میشن تا ترن بعدی، ولی من اول اون کارتی که رو زمین داره محض اعتیاد باید نابود کنم. متاسفانه بیزل روز شوت بود که زیاد موثر نبود به حال من، جو دوباره برگشت به دستش و من با دارک هول تلافی کردم که خالی کنم زمینشو. حالا خیلی راحت میپردازم به سامنهای خودم همچنان همون کار همیشگی. جت اوگر میاد ریمچ رو میگیریم. بعد اینکه ریمچ رو گرفتیم آره دیگه ریمچ رو میگیریم، بعد اینکه ریمچ هم گرفتیم میتونیم قاعدتا اگه منطقی بازی کرده باشم اصلا یورو سرندر داد کلا ناامید شد از زندگی، گفت نه نه نه. میاله چرا سرندر داد اینو بهتون بگم، چون موقعی که با افکت گوکیا کارت میکشین کارتو نشون میده به دشمن، یعنی اون لحظه وقت بهش نشون میده ببین این ریمچو داره، گفت اوه ریمچه و فعال کنم ریمچو با خوشگویی چی دیده دهنم سرویس، یعنی الان خود مستروگر و اینا رو همه رو بیاره سرندر بدیم راحت تر. بریم ریپلی بعدی. خب این قاعدتا روبروم بلو آیز بوده و این بیچاره هم اگه میباخت شوت میشد پایین. شاید هم بلو آیز نی نمیدونم کایبا هم اینا اوتومات فکرم بلو آیزه، نه کازموه. زرتی هم انترن داد ولی خب به اینا نمیشه اعتمادی کرد. من بوکاومون رو زدم، حالا چرا؟ چون که میخواستم اینم چی رو میخواد بیاره، میدونستم بنیش کنه یه چیزی میاره، خواستم اینم کیه دقیقا، اون یارو دارک لیدیه یا همین دقیقا فوررانر، که نه فوررانره، هرچند فوررانر هم خودش بوده خیلی رو مخ باشه چون که میتونه کمک کنه با آوردن دارک لیدی و اینا. خب طبق معمول همون سیستم همیشگی جت اوگر میاد، در کنار جت اوگر ما مثل همیشه ریمچ رو داریم و حالا من هد بات رو آورد. اصلا اوکی جالب شد چرا این کار کردن نمیدونم چرا، ولی نگام کنیم با هم. گریت اوگر رو آوردم، اتکش رو کم کردم نصف شد رسما. هد بات اومد نه دی افکتورز فکرم شد 3100. آها ریمچ رو تازه الان اضافه کردم، حالا چرا واقعا برام سواله. خب ری اسکورپیو که اومد پس قاعدتا تویست کوبرا رو میخوام بزنم که ری اسکورپیو رو بهش حال بدم. آره
فینیشینگ موو هم زدم 8400، به جون خودم اضافه کردم و اتک. اینجا دیگه فکر کنم مثلا دور چندین من بوده گفتم بذاری تست کنم مثلا چقدر تا حال یور رو بگیرم. حرکت جالبی بود، هرچند فاندروگر هم توس خیلی رو مخ بره، ولی باحال بود. من خوش آمد. بریم ریپلی بعدی. یه نکته که این دک داره، این دک کلن دیزاین شده که قوی بره جلو و همه رو بزنه، دنبال دفاع مفا خودش نیست به جز مستر روگر، برای همین خیلی بیرحمه. و حالا ببینین اینجا الان دقیقا ایزای ما تو مخواست بدی افتادیم، در حالی که میتونست اوپنینگ هند اون بهتر باشه، ولی خب چنان نگرانم نیستم، یعنی میدونم که کارتای بدی دستم نیست. خب ببینین هایراتیک رو داره بازی میکنه. من زیاد آشنا نیستم با این دک، خیلی هم کم جلوم بازی کرده، ولی دک جالبی بود. خب میبینین که همجور داره اسپش آسان میکنه و من چون نمیشناسم دک رو، واقعا نمیدونم کیو بعد از بین ببرم، برای همین یه فکرم به مدت وایسادم. فکرم اینو الان از بین میبره، سورو. آره سورو زدم چون بخوام فکرم خب این دیگه لیول چی میگن صفر آورده، پس قاعدتا به نفع منه و به دقیقا به نفعم شد، دیگه نتوست کاری بکنه و من تونستم حالشو بگیرم. دارک هولو زدم، سوپرکس اومد، هدبت رو نگهشون چون میتونم بعدا سامنش کنم، و همین این همشه بتونه هدبت چون میشه سامن کرد با یه دیسکارد، زیاد نگرانش نباشین. ریمچ دیگه قاعدتا، یعنی یه جوری شده خودم هم دارم شک میکنم دقیقا همون کار رو دارم میکنم یا نه. نگرانم. خب رفقا رو که برگردوندیم، خدای وسوسه انگیز آدم دلش بخواد یهو استفاده کنه از این قابلیت رو چیز کنه، ولی خب یه جوری هم استفاده کردیم. مستر روگر رو آوردم، یه کارت هم دوباره دو کارت میگیرم، جت روگر که بهش اتک اضافه کرد، فینیشینگ موو رو گذاشتم با سوپرکس، یه حالی دادم به اون و حالی دادم به این، فری افکت جون خودم رو اضافه کنم محض احتیاط و اتک متاسفانه یه کارتی داشت به اسم چیچی، ولی یادش فکرم نمیدونه که فینیشینگ موو پیرسینگ دمیج میزنه. به همین زیبایی در فکر نکنم میدونست، هیچ فرقم بالش نمیکرد و زدم. ولی به هر حال اگه شما مطمئن نیستین دک دشمن و ممکن جلوتون رو بخواد بگیره، یه دونه از اون مستر برای مستر اگر نگرده، نیازی نیست حتما تویس کوبرا رو فدا کنی، بنزه کافی اتک میگیره که بتونه وان شات کنه. اون تویس کوبرا من اگه مثلا حالا میدونستم دکش ممکن جلوم بگه نگر میداشتم، که اگه مثلا کارتی داشت چیزی داشت که میتونست جلوم بگه فیس آپ میشد با اون جلوشو بگیرم، ولی خب اینم یه مددش بود. بریم به آخرین ریپلی. خب اومدیم یک دوئل دیگه، این جلوی پردکس برادرز، نمیدونم دقیقا چه چه کارت هایی داشتن، زیاد الان حضور ذهن ندارم، با هم الان میبینیم، ولی خب باید جالب باشه. ماجیکال ماسکتیر، دوباره ماجیکال ماسکتیر، ولی فکر کنم ماجیکال ماسکتیر یه ذره چالشش بیشتر بود و همین گذاشتمش. سوپرکس رو آوردم و از این استفاده که باعث میشه من افکت هامو از دست بدم و قاعدتا دیگه که نمیتونم سامن کنم، ولی هدبت رو داشتم، هدبت رو استفاده کنم که جت اوگر رو بیارم. یعنی زیاد استراتژیش جواب نداد، گفتم لنگ موندم با این دک خیلی کار سخته، حتی اگه نداشته باشه مثلا من هدبت رو نداشتم، با همون اکسپندبل دای میتونستم یه حالی بدم و جلوی اینو باز بگیرم برای مچ بعدی، چون اینا کلا ماجیکال ماسکتیر وابسته است دقیقا به یه دونه کارت دیگه، به مانستر. خب ریمچ رو گرفتم و ریمچ رو استفاده کردم که دوتاشون رو برگردم که دوباره بخوام جت اوگر بیارم، اما دنسینگ نیدل رو زد نامرد و سه تا رو میتونه بنیش کنه. من اینجا سر نوچری اکسپندبل دای رو انداختم و اونقدی شانس بودم، اونقدی کارت نداشت بتونه با
وان شات هم کنه و من با 200 پوینت بیشتر نمونم. و شانس بدم این دکه اون دکه نیست، نیاز به لایف پوینت داره، وگرنه خیلی سخت. ولی من چه کار سختیه، من ریمچ هم حتی ندارم، یعنی رسما در بدترین چیز ممکن گیر کردم. حالا کارتی که من اضافه خواهم کرد که اگه بذاره دوباره نمیذاره، دوباره داره بنیش میکنه، نامرد، مرده که بیخاصیت نذاشت، برای همین کارت کشیدیم. کیو دوباره داره استفاده میکنه؟ آه یه دونه، آخ آخ آخ، این میدونه این دو برابر میکنه، اینو میدونستم دو برابر میکنه، واسه همین زیاد نگران اونش نبودم. ولی فاندر اوگر رو آوردم که چون بعدش میتونه، حتی به نظر من حالا استراتژی حالا میبینیم چی بوده، ولی منطقی تره شاید این بود که گریت اوگر رو میابردیم، اونجوری عشنگ میتونستم با یه دونه، دقیقا با یه کارت میتونستم ببرم. حالا اون موقع حضور ذهن نشه، ولی مستر اوگر رو به هر حال آوردم که چه کار کنم ببینم. اوکی 6800 لایف پوینت که برگردم به زمین، این خوشو دو برابر کرد ولی باخت. فهمی راحتی. حالا نکته که پیش میاد اینه، اگه قرار بود از اون یکی اوگر استفاده کنم، چی اوگر بود، گریت اوگر استفاده کنم چی میشد؟ خب اگه از اون استفاده میکردم قاعدتا حتی که همه اینا به صفر میرسید و راحت تر میتونستم بزنمش، حتی اگه میخواست اون اسپل رو بزنه، چون که به هر حال اون اتکش هم اضافه میشد به همون 5-6000 میرسید و بازم برده بودم. ولی با این حرکت دیگه راهی نداشت، ولی فرقی نمی که به نظر من هر دو طرف جوابگو بود و میبردیم به هر حال. خب این آخرین ریپلیه، اینم یادم افتاد بگم، ریپلی باحالیه واسه همین نگاش داشتم، نمیدونم چرا فکر کردم 5 تا ریپلیه 6 تا، ولی خب در موقعیت مختلف دیدین دکو، حتی در موقعیتی که همش کارت رو دست دادم بازم تونستیم ببریم. خب این برای راند 1 که قاعدتا ایدئال نیست برای دکی مثل گوکی، مگر اینکه بخوایم بریم یه ضرب سراغ مستر روگر که از افکتاش استفاده کنین. حالا ببینیم چی کار میکنیم. طبق معمول ریمچ رو میزنیم و مانستر رو میاریم رو زمین قاعدتا، بعد برم سراغ زرت رفتیم سراغ این مثلا. بعضی اوقات ریپلیر رو میبینم بخوایم فکرم من چجوری آخه تونستم، میتونستیم یه جور دیگه برخورد کنیم باش، جدی میشد. حالا چرا من جدا خیلی راحت میتونستم گریت اوگر رو بیارم، اون بدبخت روی اسکورپیو رو محسوس. حالا دیگه آها اینجاست که حالشو میگیرم، یادم افتاد اینفرنویده، وای چقدرم رفتم رو مخ این بدبخت بیچاره. خب اون کارت خوابونده و من چون اینفرنوید رو دارم میدونم هدفش چیه، ببینین چی میشه. من اینو میارم، الان دو تا آپشن دارم برای جلوگیری کردن از کارتش. این الان فیس آپه، این الان فیس آپه و طبق قدرت مستروگر با برگردوندن هدبت جلوی کارتش رو گرفتن، این رسما دیگه هیچی نداره، پل اینفرنوید به خاک سیاه نشست. اینم شد یک مثال اینکه چه جوری با کمک مستر اوگر بتونیم جلوی کارتای فیس اپو بگیریم. پس ترپ کارتی که فعال میشه قبل از اینکه ریزالو بشه افکتش، شما میتونید جلوشو بگیری با مستر اوگر. من که بودم هدبت که خوابیده صفر به درد نمیخوره، برش گردونم و راحت جلوشو گرفتم به همین سادگی. اینم شد آخرین ریپلی و آخرین مثال از اینکه چه جوری میشه با این دک برد. خب اینم از این، امیدوارم که لذت برده باشین. دک خیلی قویه، خیلی قویه، یعنی یه جوری بازی میکنه که فوق‌العاده بی‌رحمانه است، فوق‌العاده اتک بالایی داره و خیلی راحت کمک میکنه که شما لایف پوینتتون برگرده و حتی فراتر از اون چیزی که بود برسه. برای همین من به شخص این دکو خیلی توصیهش میکنم و به نظرم خیلی سخته بخوان جلوشو بگیرن. نهایتش اینه که شاید بگن، البته نمیتونن چون که ریمچ به عنوان لول آف ریوارد حساب میشه، بعید میدونم بره تو لیمیت 1، اگه بره آسیب چندانی نمیتونه بزنه به این دک. حالا چون رینفورسمنت آف دی آرمی خیلی کمک میکنه، ولی اونجوری نیست که بگیم الزامی، کارتای دیگه هم هستن بتونن با
اون کارو بکنن، ولی خب هزینه های بیشتری دارن برخلاف رینفورسمنت که کلن بدون هزینه بهتون یه کارت مفت میده. نمیدونم، حالا این نظر من بازان دک فوق العاده قدرتمند و باحالیه و من به شخص خیلی دوستش دارم. بعضی واقعا بیرحمانه است و جدا کم نمیاره. من ندیدم واقعا کم بیاره به این راحتی ها، یعنی تا دقیقه 90 از جون مایه میذاره. امیدوارم که لذت برده باشین ازش و امیدوارم که بسازینش و باش حال کنین، چون دک واقعا باحالیه. اگه حال کردین باهاش، اگه دوست داشتین این ویدیو رو، یه لایک کامنت بذارین، ممنون میشم ازتون و امیدوارم بسازینش دیگه. و تا ویدیوهای بعدی هم دوستان، خدا نگهدار.